بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه چالش را به شما پیشکش می کنم. همان گونه که بسیاری از شما در رویدادهای تلویزیونی بر صفحه خبرها دنبال کردین و پی گرفتین، آنچه که در فرانسه رویداد، آنچه که در پاریس منجر به کشته شدن اعضای هیئت تحریریه و کارتونیست های مجله چارلی ابدو شد از یک سو، و از سوی دیگر گروگانگیری که اینها در پی پلیس و پلیس می‌خواست اونها رو دستگیر کنه، گروگانگیری در یک خاربار فروشی و یا در محلی دیگر در یک چاپخانه پنهان شدنشون، و این جابجایی ها همه مسئله رو به خشونتی برد که از سوی این گروه های تروریستی در برای آدم هایی که در برابرشون بودن انجام شد. حتی پلیسی که بر روی زمین افتاده بود و مسلمان بود نیز از تیر آنها خلاصی پیدا نکرد. ولی چرا این بنیادگرایی در پاریس و دیگر شهرهای اروپا داره رشد میکنه؟ چرا اصلا اسلام مداران و کسانی که پیروان اسلام هستن، به ویژه اون بخشی که از تندروهای اونا هستن و راستگرا هستن، تحمل هیچ گونه نقد و انتقادی رو ندارن و آزادی بیان رو میتوانن مورد ضرب خودشون بگیرن؟ از یاد نبریم از دورانی که آقای خمینی حکم قتل سلمان رشدی را داد، این فتوای قتل را دادن، و تا به امروز فاصله چندان زیادی نگذشته، شاید کمتر از 30 سال، ولی این خشونت چهره های متفاوتش رو از سوی آمران و عاملان متفاوتش در سراسر جهان نشون میده. خب امروز پاریس روز دیگری داشت. روز شاید نزدیک به 1 میلیون نفر در پاریس حضور پیدا کردند و دست به یک تظاهرات همبستگی زدند در اعتراض به اونچه که پیش آمده بود و نشان دادند که یک نوع همبستگی برای آزادی بیان دارد. جالب این است که در این حرکت افزون بر رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان خانم مرکل، آقای داوودوغلو از ترکیه و محمود عباس از دولت خودگردان فلسطین و در اون سوتر آقای نتانیاهو از اسرائیل نیز حضور داشتند. گذشته از این رهبران سیاسی، به هر روی مردم یک حرف بیشتر نداشتند و ایستادگی در برابر حمله و هجوم به آزادی بیان. حالا ممکن است نگرش های متفاوتی هم بین مردم بوده، از نگرش ضد اسلامی گرفته و نگرش های نجات پرستی گرفته تا بسیار حرکت های آزادی خانه و طرفداری از آزادی. ایزه بدین برای اینکه شما رو بسیار در این زمینه معطل نگذارم، بروم به سوی دو مهمان در برنامه. نخست سلامی بکنیم به مهمان عزیزمون در فنلاند، آقای کامبیز غفوری، و در کنار ایشون درودی داشته باشم به آقای محسن ابراهیمی در کانادا. درود بر هر دوی شما. شما و بینندگان گرامی عزیز و مهمان دیگر برنامه، همچنین بینندگان گرامی برنامه. خب اجازه بدین آقای ابراهیمی، ما صدای شما رو نشنیدیم. درود بر شما جناب ابراهیمی. سلام عرض میکنم، صدای من مثل اینکه شنیده نشد، درسته؟ بله الان داریم صداتون رو. بله خب اجازه بدین که از این آغاز کنیم که نظر هر دو شما رو در مورد اون چی که در فرانسه رخ داد در این یکی دو روز رو بشنویم و سپس بریم به تحلیل مسائل. آغاز میکنم با آقای غفوری. کامیسیون، نظر شما در مورد این مسائل چیست و چه اتفاقی رو در این روزها در اروپا شاهدش هستیم؟ درباره به نظر من البته حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو یک فصل جدیدی رو باز کرد. یک اتفاق واقعا بود، اتفاق تکان دهنده بود، در کنار اون تأثری که به جا گذاشت در اروپا یک سری شکاف ها رو بیشتر نمایان کرد. همین تظاهرات امروز ما دیدیم که یک جناح خاصی از راستگرای افراطی فرانسه توی تظاهرات حاضر نشدن شرکت کنند. شاید نشانه های خاصی باشه از اینکه یک شکاف خاصی که در دهه‌های اخیر توی اروپا رخ داده در واقع و بهش میرسیم بعدن،
اگر وقت باشه در همین برنامه باهاش در موردش صحبت میکنیم. این شکاف یک جایی خودش رو بروز داد، رشد اسلامگرایی، رشد افراطی‌گرایی در اروپا، مخصوصا در قاره اروپا، قاره که بعد از جنگ جهانی دوم خود این قاره قربانی فاشیسم بوده، قربانی در واقع یک جور نژادگرایی بوده. این قاره نسلی رو بعد از جنگ در واقع تربیت کرد، تحویل داد. این نسل در دهه های 50، 60 و 70 میلادی منشأ آثار بزرگی شد، به تمدن جهانی خدمت کرد. جنبش های ضد جنگ، جنبش ضد جنگ ویتنام برای مثال، جنبش های زنان، در واقع جنبش های مدافع صلح، جنبش های سبز، اینها همه در اون دهه ها رشد کرد. چپگرایی، عدالت خواهی، انسان دوستی، آرمان هایی بود که من فکر می کنم در اون دهه ها، در زمانی که هنوز دنیا به این صورت خیلی سرمایه مدار نشده بود، اروپا رو برد به سمت تمرکز بر روی انسان، اروپا رو برد به سمتی که همه انسان ها رو یکی ببینه، و این جنبش هایی بود که وجود داشت. در دهه های اخیر من فکر میکنم که ما رفته به سمت سرمایه. هر زمانی که اتفاقی میفته، یه مقداری تحت فشار اقتصادی، رکود اقتصادی قرار میگیره، یک سری هستن که فکر میکنن مهاجران یکی از عواملی هستن که نمیذارن اونها از درآمد کافی برخوردار باشن، جامعه چند بعدی میشه. بعضی از مهاجران احساس میکنن که بهشون در واقع در حقشون تبعیض شده و اونها میرن سراغ یک سری عقایدی، گاهی اوقات میرن سراغ عقاید افراطی برای عکس العمل نشون دادن. البته ترکیب مهاجران هم عوض شده. مهاجرانی که در شاید 50 سال پیش، 60 سال پیش می اومدن اینجا، نسل قبلی خودمون رو، نسل قبلی ما رو عرض میکنم، در نظر بگیریم، دانشجویان کنفدراسیون، دانشجویانی که می اومدن و مبارزه میکردن با نظامی که در ایران بود در اون زمان، اینها اکثرا آدم های فرهیخته ای بودن، می اومدن از امکانات آزادی اروپا استفاده کنن، می اومدن به دیگر افراد آزادی خواه در دنیا بپیوندن برای یک آرمان. این ترکیب هم تا حدی عوض شد. من فکر می‌کنم مهاجران بیشتر مهاجران اقتصادی شدن، باز همون فشاری که فکر می‌کنم دوره‌های سرمایه آورد بهشون در کشورهای دیگه، غیر از مسئله جنگ، غیر از مسئله درگیری‌های نژادی و قومی که توی بعضی از کشورهای خاورمیانه و آفریقایی وجود داشت، مسئله فشار اقتصادی هم باعث شد خیلی‌ها به اروپا در واقع مهاجرت بکنن. من فکر می‌کنم در کلام صحبت کوتاه کنم، چرخش یک چرخش بسیار روشنی بوده، چرخشی که در چند دهه اخیر ایجاد شده و این فشار مضاعفی رو بر مهاجران هم آورده. این وسط گروه های افراطی، مخصوصا گروه های افراطی اسلامگرا، کمال سوء استفاده رو از این فرصت کردن. اینها اومدن سوار شدن بر یه جنبشی که در واقع شاید یک اعتراض یا یک حالت همون اعتراض به وضع موجود رو میخواست در واقع اینا رهبری کردن، یه عده رو به در واقع خدمت گرفتن و دیدیم که خیلی از اروپا رفتن، حتی به داعش هم پیوستن. بله، خب اجازه بدیم برویم به سوی آقای ابراهیمی و ببینیم که نخست نظر ایشون در مورد مسئله این حرکت، این اتفاق، این رویداد و به رگبار بستن نویسندگان و کارتونیست های یک نشریه، اون هم به سبب اینکه تصویری رو چاپ کرده یا نقدی رو نسبت به پیامبر اسلام داشته. فراموش نکنیم که تصاویری به دیگر پیامبران نیز در این نشریه چاپ شده و این فقط این نیست که این نشریه به سوی مسئلهش برای مسئله اسلام باشه، ولی به هر حال اتفاق در اینا خواهیم پرداخت. آقای ابراهیمی، نظرتون رو بدیم در مورد اون چه که در اروپا داره پیش میاد. خیلی ممنون. مثل اینکه صدای منو موقع سلام علیک نشنیدید، من اجازه دادم به شما و همکارتون و دوست گرامیمون و بینندگان سلام عرض می‌کنم. من جوانب زیادی رو مهمون عزیز برنامه مطرح کردن که حتما تو فرصت بعدی بهشون میپردازیم، ولی اون چیزی که بلافاصله برجسته میشه تو ذهن من، به چشم میاد و به نظر من باید روش انگشت بذاریم و اهمیت بهش بدیم، این هست که این اتفاقی در پاریس، اتفاق تراژدیک، واقعا غم انگیز، چرا رخ داد؟ مضمون سیاسی این اتفاق چی بود؟ جالبه، خیلی روشنه، ما هممون میدونیم که جنبش اسلامی، یا من اینجا میخوام تاکید کنم
اسلام سیاسی این اولین بار نیست که در دنیا ترور میکنه و این اولین بار نیست که طنز نویس رو ترور میکنه، یعنی کسی که اومده مقدسات اسلامی رو به طنز کشیده و داره در حضرت نظر خودش رو در مورد این مقدسات داره میگه. این اولین بار نیست، خود شما تو اول صحبت اشاره کردیم به درستی سلمان رشدی و فتوای قتل سلمان رشدی به یه معنا بنای چنین حرکتی رو علاوه سیاسی گذاشت. ولی چرا فرانسه انتخاب شده این دفعه و چرا شارلی هبدو انتخاب شده؟ این به نظر من فوق العاده مهمه. فرانسه، ما میدونیم که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، بعد از رنسانس عظیم فکری و سیاسی و فرهنگی، بالاخره که بالاخره فرجامش انقلاب کبیر فرانسه بود، فرانسه تبدیل شد به جامعه‌ای که با موفقیت تمام دخالت مذهب در عرصه سیاسی و در عرصه اجتماعی، در به قول انگلیسی ها پابلیک، دخالتش واقعا دست و پاشو کوتاه کرد. یعنی به معنای واقعی کلمه فرانسه در مقایسه با خیلی از کشورها سکولار هست، پیشرو است در این مورد، تونسته دست مذهب رو از زندگی عمومی مردم کوتاه کنه. خب فرانسه به این معنا مهمه. حمله در فرانسه، حمله اسلامی ها، اسلام سیاسی به یه نشریه فوکایی که مقدسات اسلام سیاسی رو زیر سوال بوده مهمه. و یه ذره پایین تر از اون، یه ذره در چارچوب کوچکتر، حمله به نشریه شارلی ابدو مهمه. نشریه شارلی ابدو هممون میشناسیم، یه نشریه فوکایی بود که خیلی هم نشریه پرتیراژ وسیعی نبود، ولی یه نشریه فوکایی بود که بالاخره به همه میپرداخت، مرز و حد نمیشناخت، تمام دیکتاتورها، پاپ، رهبران کلیمی، رهبران اسلامی، تمام مقدسات زیر سوال می برد. این یکی از ویژگی های نظری، فکری و فرهنگی شارلی ابدو بود، یعنی مقدسات رو زیر سوال می برد، مقدسات سیاسی و مذهبی، و این فوق العاده مهمه. این نشریه وقتی تئو ون گوگ رو در هلند کشتن به خاطر فیلم تسلیم، حتما خاطرتون هست، وقتی تئو ون گوگ رو یه اسلامی کشت، بعد از اون سیاستمداران و حتی خود جامعه، بخش مهمی از جامعه، بخش مهمی از صاحب نظران و متفکران و روشنفکران و روزنامه ها واقعا ترسیدن و عقب نشینی کردن. حالا روشنه که عقب نشینی سیاستمدارا بیشتر محصول دودوزه بازی سیاسی، کاملا معلومه که مضمون سیاسی داره، هدف دارن، ولی مردم واقعا ترسیدن. شارلی ابدو به همراه تعدادی از نشریات اینجا با سرافرازی تمام، با جرأت تمام، با جسارت تمام اومد، ببخشید، بعد از قتل تئو ون گوگ و بعد از اینکه یولانس پوستن، نشریه از دانمارک، 12 کارتون کاریکاتور از پیامبر اسلام محمد کشید. وقتی این اتفاق افتاد و اسلامی‌ها در جهان تلاش کردند رعب و وحشت ایجاد کنند، این نشریه شارلی ابدو بود که پیشاپیش صف ایستاد و با جرأت تمام اونا رو دوباره بازنشر کرد. و این مهمه از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر تقابل و اعتراض و مقابله جهان متمدن، جهانی که به آزادی بیان اعتقاد داره، جهانی که معتقد همه مقدسات رو همه میتونن نقد کنن. این حرکت شارلی ابدو فوق العاده مهم بود در جهت و در خط همون نتیجه‌ای که انقلاب کبیر فرانسه در فرانسه حاکم کرده بود، در واقع میشه گفت در اون جهت بود. و به این معنا امروز اسلام سیاسی، جنبش اسلامی، شارلی ابدو و سردبیر به نظر من محبوب این نشریه و کارتونیستاشو انتخاب کرد تا بگه که من اجازه نمیدم، من جنبش اسلامی اجازه نمیدم مقدسات من رو زیر سوال ببرن. و البته اینجا باید بعداً دقیق‌تر باز کنیم که این مقدسات به طور واقعی چرا مقدسن، چه منفعتی داره پشت مقدس خابیده، و جنبش اسلامی از به وجود آوردن هدفشون حداقل این بود، ارعاب سیاسی با کشتن کارتونیست یا کاریکاتوریست، چه هدفی رو دنبال میکنه که به اینا میتونیم بپردازیم. میخوام بگم جامعه به نظر من با این حرکت و با واکنش عظیم و قدرتمند که مردم در مقابلش نشون دادن، به نظر من تقابل اسلام سیاسی و دنیای متمدن داره وارد مرحله‌ای میشه که من فکر میکنم دنیای متمدن میتونه امروز برای عقب روندن جنبش اسلامی از این واقعیت واقعا استفاده سیاسی و جدی بکنه.
سپاسگزارم. اجازه بدین به یک نکته اشاره کنم پیش از اینکه به دست چون به اسلام سیاسی اشاره میکنیم، این مسئله فقط یه نوع حرکت کلی است وقتی میگیم اسلام سیاسی، ولی این بار برخلاف تصوری که همه فکر میکردن ممکن است که از سوی گروه داعش باشه، یعنی از داعش این رو سامان داده باشه، از سوی القاعده بود. نگاهی که به القاعده میشه کرد این است که القاعده پس از رشد داعش به یه نوعی میدان خودش رو در بین مسلمانان در جهان کم مصرفتر دیده و حال اقدامی از اون نوعی رو انجام داده که مورد نظر داعش هست و میتونه به عضوگیری بیشتر بپردازه. چقدر در این میان تفاوت‌های بین القاعده و داعش میتونسته تاثیرگذار باشه در این عضوگیری و در این رشد؟ آقای قفوری عزیز جان، من فکر میکنم هر دو گروه، یعنی القاعده و داعش، در یک چیز دست کم مشترکن، در سودای در واقع خلافت اسلامی، حاکم کردن ایدئولوژی اسلامی و بر مبنای تعالیمی که اینها این رو ترویج میکنن و اعتقاداتی که دارن ترور و کشتار غیر مسلمانان رو بسیار مباح میدونن، حتی بین خودشون هم ترور میکنن، شیعیان رو مهدور الدم میدونن. این دو گروه هر دو باز محصول به نظرم اغماز یک سری از قدرت‌های غربی هستند. اینها آمدن در واقع می‌دونیم در دوران جنگ سرد در افغانستان این حمایت استخبارات پاکستان و حمایت CIA و بعضی از کشورها بود که القاعده رو آورد. در واقع تصویری هست از خود بن لادن در نشریه ایندیپندنت انگلستان چاپ شده بعد از فروپاشی شوروی که نوشته جنگجوی صلح ارتش خود را در راه صلح به کار میگیرد. ببینید به بن لادن گفته بوده جنگجوی صلح. این تیر برگشت به سمت کشورهای غربی و این گروه ها آمدند اونجا، بلای جان جامعه آزاد شدن، بلای جان جامعه متمدن شدن. در مورد داعش هم به همین صورت، داعش هم آمد و اول فکر میکردن نیرویست که در برابر دولت بشار اسد میسته و میتونه اون رو ساقط بکنه. به نظرم اشتباه دومی بود. میدانی که به این گروه ها داده شد باعث شد که نمونه هاش الان توی خود اروپا هم میبینیم، دامن خود اروپا هم گرفته. رقابت بین این دو گروه یک رقابت بسیار واضحی است. جالب اینجاست که داعشی ها دیگه حتی القاعده رو به اندازه کافی اسلامی نمیدونن، شاید بهتره بگیم به اندازه کافی تروریست نمیدونن، فهم کنن که خیلی خوب نمیتونه اون تعالیم رو پیاده بکنه. این بود که برای القاعده در حاشیه قرار گرفته بود. بسیاری از نیروهای القاعده که فکر میکردند دیگه دست آزاد ندارن برای انجام یک سری عملیات، اینها رفتن و به عراق و سوریه پیوستن، عضو گروه خلافت اسلامی یا همون داعش شدن. داعش به نظرم برای جوانان مسلمان اروپایی بیش از القاعده هم جذابیت داشت. یکی از دلایلش این بود که من فکر می‌کنم این وسط راحت‌تر میتونستن برن به عراق و به سوریه از طریق ترکیه. یعنی ما خیلی‌ها رو داشتیم که با پاسپورت‌های اروپایی در از همین فنلاند رفتن، از فرانسه بسیاری رفتن، جوانان مسلمان می‌رفتن ترکیه و از اونجا وارد خاک سوریه می‌شدن یا خاک عراق می‌شدن و می‌پیوستن به نیروهای داعش. داعش عضوگیری بسیار خوبی کرده. این میتونه یک در واقع مسئله درون گروهی بین گروهی یا رقابت بین گروه ها باشه، ولی هنوز دقیق مشخص نیست به نظر من که یا دولت فرانسه هنوز گزارش کاملی نداده که اینها با چه گروه هایی در ارتباط مستقیم بودن. صرفا یک سری خبرهایی داریم که کاملا تایید نشدن. به نظرم برای اینکه ببینیم این جوانان، این افرادی که آمدن اونجا ترور کردن، آدم کشی کردن، دقیقا به چه گروهی وابستن، فهم کنم یه مقداری باید صبر کنیم تا خبرهای تکمیلی هم بیاد. سپاسگزارم. برویم به سوی آقای ابراهیمی گرامی. آقای ابراهیمی، شما در پایان سخنتون که داشتین میبستین اون بخش رو به یه نکته اشاره کردین که چرا این مسئله و نقد و یا حج و یا حتی به نوعی طنزی که در کاریکاتور و چیزهای دیگه به کار میره نسبت به پیامبر اسلام اینقدر میتونه جنبش‌های راستگرای اسلامی رو و یا اسلام سیاسی رو به خشم بیاره؟ چرا این مسئله اینقدر
به سرعت اتفاق میفته و هیچ گونه توقفی هم نداره، یعنی هیچ گونه فرصت این که حتی اگر یک کسی این کاریکاتور رو کشته بیاد بگه من اشتباه کردم، معذرت خواهی بکنه یا نوعی از برخورد با نقد با نقد رو دیگه نمیتابه. به نظر من جنبش های اسلامی واکنش خونینی که نشون دادم و قبلا هم نشون داده بودم، قبل از هر چیز باید بگم که این واکنش ایدئولوژیک نیست. این رو میخوام تأکید کنم. اینجوری نیست که البغدادی و نمیدونم رهبران القاعده و کلن تمام این رهبران این جنبش مافیایی واقعا دلشون به درد اومده چون کاریکاتور پیامبر اسلام کشیده شده و اینجوری نیست. به نظر من ایدئولوژیک مطلقا نیست. خیلی از اینا احتمالاً حتی البته خودشون نمازم نمیتونن. اینا به نظر من یه جنبش سیاسی هن. یه جنبش سیاسی که کاملا روشنه که قدرت های سیاسی پشتشون هست، کاملا روشنه که به عنوان ابزارهای سیاسی قدرت های واقعی دارن کار میکنن و خصوصا الان اگه بخوام اشاره کنم روشنه که این تقابل بین جنبش اسلامی سنی که در سوریه به جون هم افتادن، در عراق به جون هم افتادن و کلن داعش به عنوان محصول الان برجسته خیلی خیره کننده این جنبش، این تقابل جنبش ها اساسا تقابل قدرت های منطقه‌ایه. در حال حاضر در عراق مشخصا به نظر من به عنوان برجسته ترین از لحاظ جغرافیای سیاسی مربوط به این مسائل، برجسته ترین مرکز تقابل اسلام شیعی و اسلام سنی، اینجا بازم معنای به معنای ایدئولوژیک و فلسفی یا نظری نمیگم من، گویا اسلام شیعی با اسلام سنی در رابطه با به عنوان مثال اینکه بعد از پیامبر چه کسانی باید به قدرت میرسیدن، منظورم مطلقا اینا نیست. قدرت های سیاسی پشتشون هستن، اینا به جون هم افتادن و دارن در دنیایی که جنگ سرد تموم شده و الان دیگه میلیتاریزم آمریکا و آمریکا و به اصطلاح قدرت آمریکا دیگه اون نقشی که قبلا ایفا میکرد نمیتونه ایفا کنه، الان جهان دیگه دو قطبی نیست، یه قطبی هم که مطلقا نیست، جهان چند قطبی هم حتی نیست، فراتر از اینه. در این جهان همه قدرت ها میخوان در این بلبشوی سیاسی، در این خلاء سیاسی که به وجود اومده پای خودشونو محکم تر کنن. عربستان سعودی به عنوان مثال در رأس یه سری کشورها، جمهوری اسلامی در رأس یه سری کشورها. میخوام بگم که این جنبش سیاسیه، میخوام اینو تاکید کنم، این جنبش سیاسیه و این حمله به شارلی ابدو به کشتن کاریکاتوریست تحت عنوان تحت بهانه اسلام مقدسات مام سیاسیه. چرا براشون اینقدر مهمه؟ چرا آلرژی نشون میدن؟ چرا واکنش نشون میدن؟ به این خاطر که جنبش اسلامی ابزار اصلیش برای پیش بردن اهدافش غیر از ارعاب، غیر از کشتن، غیر از ترور، غیر از ترسوندن مردم، غیر از تغییر فضای روانی جامعه نیست. این جنبش میدونه با منطق، با تقابل نظر، با دیالوگ، با اینا کاری نمیتونه پیش ببره. خیلی روشنه اگه دنیای آزادی باشه، اگه آزادی بیان باشه، روشنه که کلن ایدئولوژی‌های مذهبی مشخصا جنبش اسلامی میبازه. پس ابزار اصلیش ترور و ارعابه و یکی از مهمترین ابزارش که خودش رو محکم بکنه، خودش رو به عنوان مثلا به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنه، مقدساته. برای اینکه اولا تو بخشی از جامعه به طور واقعی مقدساتی وجود داره، ثانیا به عنوان اینکه به مقدسات من حمله شد داره از فضای فکری متعادل جامعه غرب داره استفاده میکنه، به مردم غرب داره میگه که اینا به پیامبر من توهین کردن و پیامبر من برای من مقدسه، برای میلیون ها مردم مقدسه در جامعه در دنیا. اینا البته میگم من این نظر رو ندارم برای میلیارد ها مردم این مقدسه، خب دارن به مردم جهان میگن که اینا توهین کردن. میخوام به یه معنا هم مشروعیت سیاسی برای اعمالشون به وجود بیارن و هم مردم غرب رو یه جوری قانع کنن که ما عواطفمون جریحه‌دار شده و این کارو داریم میکنیم واکنشه، ما ترور نمیکنیم واکنشه و تمام اینا اساساً به خاطر ارعاب سیاسی مقدسات رو انتخاب کردن، چون میدونن که اگر مقدسات که جنبش اسلامی ازش داره استفاده ابزاری و سیاسی میکنه در ذهن مردم بشکنه، در ذهن مردم زمینی بشه، هر چقدر پیامبر کلن تمام این پیامبران مذهب مختلف و کتابا از آسمون به زمین بیان،
هر چقدر به زمین نزدیکتر بشن، هر چقدر مردم در موردش بتونن عادی‌تر حرف بزنن، هر چقدر مردم بتونن در موردش نظر بدن، همونقدر این جنبش این ابزار رو از دستش به عنوان ابزار ارعاب میده به نظر من. و این اساس قضیه است که اینا انتخاب کردن حمله بکنن بلافاصله و بگن زهر چشم میگیرن از تمام مردم جهان که شما نمیتونید در مقابل جنبش ما اسلام سیاسی تکون بخورین، ما با این روشی که نشون دادیم رفتار میکنیم. سپاسگزارم. یه نکته‌ای در این میان هست، بحث تمام جهان این بود که آزادی بیان رو اینها مورد حمله قرار دادن و آزادی بیان وجود داشته و فرانسه به عنوان یکی از کشورهایی که در اصل آزادی بیان رو پاسداری میکنه و از این نوع مسائل، حال آزادی بیان مورد حمله قرار گرفته. اگر جهان غرب که داره این رو پخش میکنه، کشته شدن 12 نفر، کشته شدن یک نفر هم زیادیه، ولی همین جهان غرب نسبت به همین روزها دستگیری یک نفر در عربستان که به 1000 ضربه شلاق و 10 سال زندان محکوم شده و 50 ضربه اولش هم همین روز گذشته، دو روز گذشته ایشون رفت و استفاده کرد، آقای رئیف بعداوی، و یا در ایران دستگیر شدن روزنامه‌نگاران، و یا در ترکیه دستگیر شدن روزنامه‌نگار، آنقدر در مسائلش نبوده به عنوان آزادی بیان، ولی در هنگامی که در خاک خودش مطرح میشه این آزادی بیان رو بسیار عمده نشون میده. چرا غرب دارای یک الگوی دوگانه یا رفتار دوگانه نسبت به این است؟ آقای غفوری. جناب فرزاد، قبل از اینکه به این بحث بپردازیم اجازه بدید من یک بسیار کوتاه یک چیزی به یک نکته رو در واقع به فرمایشات جناب آقای ابراهیمی اضافه کنم. به نظرم اسلام، بله بیشک این حرکت‌های اخیر سیاسی است، ولی من فکر می‌کنم ریشه ایدئولوژیک هم داره، چرا که از نظر بسیاری از رهبران دینی اسلامگرا توهین به پیامبرشون مستوجب مرگه، و این به نظرم ریشه داره در خود حتی همین دین. این افرادی که رهبران سیاسی هستن، بله پشت این جنبش ها، پشت اسلام سیاسی، ولی از چیزی که وجود داره استفاده سیاسی میکنن، یعنی از حکمی که وجود داره، از چیزی که در اون دین هست. این رو میخواستم اضافه بکنم که به نظر من این هم سیاسی هم ایدئولوژیک. در مورد آزادی بیان هم رفتار دوگانه غربی ها رو فرمودید، یک نکته خیلی جالبی به ذهنم اومد که خدمتتون بگم. در مورد حمله همکارانمون در تحریریه شارلی ابدو که واقعا یک مسئله بسیار تکان دهنده بود، سیاستمداران غربی آمدند، سیاستمداران خیلی از کشورها آمدند و بسیار بسیار جدی این مسئله رو محکوم کردند، جلوش ایست دادن و سعی کردن که به جامعه مدنی بگن ما مدافع آزادی بیانیم. همین سیاستمداران در همین غرب هم توی مسائل پیشینی که اتفاق افتاده موضع کافی نگرفته بودن، موضع جدی در قبال آزادی بیان نگرفته بودن. ببینید دولت خود آقای شیراک در همین فرانسه قبلا در مواردی که همین نشریه کارتون‌هایی رو منتشر میکرد، اونها رو سرزنش کرده بود و میگفت شما توهین نکنید به مقدسات بسیاری از آدم ها. دولت های غربی هم همینطور، دولت های بوش همینطور. اخیراً اون فیلم معصومیت مسلمانان یا بیگناهی مسلمانان اگر یادتون باشه که در مصر باعث شد در بعضی از کشورها مثل لیبی به کنسولگری آمریکا حمله بشه، در اونجا هم باز مقامات آمریکایی آمدن و گفتن که ما اصلا نمیایم این فیلم رو تایید نمیکنیم، این به مقدسات بسیاری از افراد در واقع ضربه زده. من فکر میکنم مماشات در برابر هر گونه نقض آزادی بیان باید همیشه و همه جا باشه، نه صرفا در زمانی که فاجعه ای رخ میده و سیاستمدار ناچار میشه که بیاد اینو محکوم بکنه. من فکر می‌کنم به اندازه کافی حتی رهبران غربی موضع تا نداشتن درباره به محکومیت این قضیه، سعی می‌کردن یک جور مماشات کنن، سعی می‌کردن یک جور با اسلام‌گراها مماشات کنن. اما من فکر می‌کنم که حمله 7 ژانویه یک نقطه عطفی بود، در اول صحبت گفتم بعد این رو بهش تاکید نکردم، از این نظر نقطه عطف بود که من فکر می‌کنم از این به بعد تکلیف سیاستمداران غربی با هر گونه بنیادگرایی مذهبی میتونه روشن بشه.
اگر جای آمدند و مماشات دیگری کردند، اگر جای آمدند و سعی کردند که انتقاد کنند از هر گونه تولید محتوا، چه نوشته، چه فیلم و چه کارتون، اون وقتی که جامعه که الان دیدیم اینطور یک صدا ایستاده و از آزادی بیان دفاع کرده، میتونه انگشت بگیره به طرفشون و اینا رو متهم بکنه به یک دوگانگی، متهم کنه به دروغگویی و بگه که شما اگر الان نایستید، حرکت‌های آینده و بعدی رو عرض میکنم خدمتتون در صورت امکان یا اتفاق، بهشون بگه اگر الان نایستید، اتفاق پاریس، اتفاق حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو دوباره ممکنه تکرار بشه. فکر میکنم این خونه این در واقع کارتونیست ها و روزنامه نگاران ارزشمند بوده، حتما آثار مثبتی رو هم بعدا ازش خواهیم دید در زمینه دفاع. اجازه بدیم ببریم گفتگو رو به یک مبحث دیگری که این روزها مورد نگرانی هست. پیش از این ماجرا و شاید در این یکی دو سال با رشدگیری حرکت‌های اسلامی در اروپا و حضور و نفوذشون و بالا گرفتن حرکت‌هاشون، همواره یک مشکل پیش رو بوده و اینکه تا چه اندازه این بنیادگرایی اسلامی موجب خواهد شد در اون کشورها بنیادگرایی نژادپرستانه، احزاب نژادپرست و دست راستی قدرت بگیره. در همین فرانسه بحث بر این است که اگر آمدن همین ماجرا ادامه پیدا کرد، همین فردا اگر انتخابات ریاست جمهوری باشه، ممکنه خانم ماری لوپن از به انتخابات برسه. یا در اوکراین میبینیم که دست راستی ها چقدر به راحتی تحت عنوان ناسیونالیسم اوکراین میان و گرایش های فاشیستی خودشون نشون میدن. آلمان هم که نئوناتسی ها همینطوری دارن رشد میکنن. آیا این خطر وجود نداره که نژادپرستی از اون سوش قدرت بگیره و در اروپا بالا بره؟ این بار با آقای ابراهیمی آغاز کنیم. بله، روشنه که اولا اینو بگم که یه لحظه فرض کنیم که اسلام سیاسی تحرکی هم نداره، به طور واقعی راسیزم به عنوان مثال یا نژادپرستی یه پدیده جانبیه، به یه معنا میشه گفت اون دورایی است که سرمایه در بحرانه، بیکاری داره رشد میکنه، مردم به آینده امیدوار نیستند و بالاخره فقر و فلاکت داره تو جامعه رشد میکنه. معمولا اگر یه جنبش اجتماعی پیشرو و مترقی و جنبشی که بالاخره اون مردم و اون وضعیت رو تبدیل کنه به یه سیاست مترقی به نفع همه مردم، اگه وسط نباشه، معلومه که اون جریاناتی روش میکنن که اون جریانات میگن من جواب مسئله تو رو دارم. حتی پیش از ماجرای این حمله تروریستی و اینا، بالاخره در اروپا میدونیم که 10-15 سال پیش جریانات راستی را افتادن و مسئله بیکاری رو مطرح کردن و اینکه گویا مهاجرین بالاخره کار ما رو از دست ما گرفتن. این پدیده یه پدیده جانبیه و الان هم میدونیم بعد از بحران سال 2007-2008 بالاخره هنوزم که جوامع غرب از زیر بارش نیومدن بیرون، وضعیت اقتصادی داره عموما خرابه، بیکاری وسیع، روشنه که این پدیده شروع کرده و داره رشد میکنه. مثلا در درسدن 17000 نفر تو هفته‌های گذشته اومدن خیابون. البته همین 17000 نفر به نظر من راسیست نیستن، ولی اکتیویستا، اونایی که به خیابون آوردن بالاخره راسیست بودن، خودشون هم خیلی روشن اعلام میکردن. ولی در چنین متن واقعی اقتصادی و اجتماعی، مسئله اسلام سیاسی، جنبش اسلامی، اعمال این جنبش در دنیا و مشخصا انعکاس این اعمال در افکار عمومی مردم غرب به نظر من کمک میکنه، قطعا زمینه میده. اینجوری بگم چقدر روش خواهد کرد یا نه قابل بحث، زمینه میده که این جریانات راسیستی بیان جلو و بگن که این اتفاقات، این وضعیت، این بیکاری که این وضعیت رو به ما تحمیل کرده مال مهاجرینه و چون اینجا میخوان تمام جنبش‌ها و جریانات سیاسی همیشه استفاده سیاسی میکنن، میخوان از دستیت هم استفاده کنن، میدونن که مردم متنفرن از این اتفاقاتی که در جهان به عنوان مثال داعش داره انجام میده، میدونن که مردم در غرب نتن الان متوجه شدن که خطر دیگه مسئله سربریدن یه سرباز در عراق نیست، برده کردن زنان در بازار عراق نیست، خطر مستقیما بیخ گوش خود مردم غربه. یعنی در خود غرب هم دیگه مسئله این نیست که قتلای ناموسی رخ میده، مثلا یه دختر جوونی از فرزند کردستان ترکیه در قلب لندن کشته میشه، مسئله این است که
سر خیابون داره میره سرباز و با چاقو میکشه با پرچم لا اله الا داعش. همین کانادا، همین اتاوا که من تورنتو زندگی میکنم، در کانادا رفت سرباز و با بالاخره پرچم اسلام کشت. مردم متوجه شدن که این خطر بیخ گوششونه. جنبش راسیستی از این میتونه استفاده کنه، به نظر من داره استفاده میکنه، و راسیسم هم اگه رشد بتونه بکنه شکل ضد به اصطلاح اسلامی به خودش خواهد داد که مشروعیت بگیره. اینجا اینم اشاره کنم که از طرف مقابلم اسلامیون راسیسم رو نشون مردم خواهند داد، میتونیم بهش بیشتر بپردازیم، و سعی خواهند کرد مظلوم نمایی بکنن، سعی خواهند کرد خودشون رو به عنوان نماینده سیاسی یا طرفدار حقوق همین مردم مهاجر نشون بدن که اینا خطراتیه که در آینده جلو ماست. ولی این وسط باید یه چیزی بگم برای خاتمه این بحث، با کمال خوشبختی میشه گفت، من اینو یه خبر، یه پدیده امیدوار کننده است میتونم بگم، که مخصوصا بعد از حمله به شارلی هبدو که بالاخره در افکار عمومی به عنوان یه نشریه چپ شناخته میشد، یه نشریه سکولار شناخته میشد، و حضور گسترده میلیونی مردم در خیابون‌ها به نام آزادی بیان، در دفاع آزادی از آزادی بیان و اینکه جامعه باید آزاد باشه، به نظر من فضا برای رشد نیروهای سیاسی، اون افکار سیاسی، اون حرکتایی که کل منافع مردم رو این وسط میخوان نمایندگی کنن، به نظر من فراهمتر شده. و البته میدونین که در به عنوان مثال یونان، سیریزا به عنوان یه جریان چپ داره رشد میکنه، در خود اسپانیا یه حزبی به نام پودموس داره رشد میکنه. یعنی ما میتونیم، اینا دیگه حاشیه، میتونیم تو بحثای بعدی بپردازیم که فضا برای به نظر من جهان متمدن در مقابل هر دو کمپ واقعا عقب مونده و مرتجعه، یعنی راسیسم و اسلامی، اسلام سیاسی، فراهمتر میشه. خب آیه قفوری، شما امروز در یک کنفرانس هم بودی، من تا فراموش نکردم به اون اشاره کنیم، شما نظرتون در مورد این رشد نجات پرستی در اروپا، به ویژه در برخی از کشورها که داره بسیار بالاتر و بالاتر میره، حالا اوکراین به نام ناسیونالیسم داره میاد جلو و این ناسیونالیسم پشت در قهرمانی رو میاره که قهرمانی بوده که در دوران نازی ها کمک کرده به نازی ها، حالا به عنوان قهرمان ملی مطرح است، چقدر این رشد نجات پرستی رو و حرکت های افراطی راستگرا رو خطرش رو شما در اروپا که زندگی میکنین بیشتر میبینین، و اگر ممکنه در مورد کنفرانس هم اشاره بفرمایید. بله حتما، ممنون که اشاره فرمودید. این نشست در واقع بین چندین روزنامه نگار، چند جامعه شناس، فعالان مدنی و اجتماعی صورت گرفته بود. مبحثش هم بسیار مرتبط بود با بحث ما، بحث‌های جالبی هم توش مطرح شد، من خودم بسیار یاد گرفتم. تحلیلگران مدنی، تحلیلگران اجتماعی، جامعه شناس ها و چند روزنامه نگاری که اونجا صحبت میکردن و نظرشون رو ارائه میدادن، روی یک نکته انگوش گذاشتن که جناب ابراهیمی هم دقیقا همون رو گفت، نیاز به تقویت نهادهای مدنی انسانگرا، جنبش هایی که انسان اصلشون باشه، جنبش هایی که با هر دو کمپ ارتجاع، یعنی چه راسیسم و چه بنیادگرایی مذهبی، مخالف باشن، چیزی که اروپا قبلا داشته و الان به نسبت توش تضعیف شده. خوشبختانه بنیادهای قوی از این نظر وجود داره. هنوز یکی از دوستان یک سخن خیلی جالبی گفت، میگفت متاسفانه مثل بسیاری از جاهای دیگر دنیا، جوانان اروپایی هم از کتابخوانی، از اون شوق و اشتیاقی که به خواندن داشتن، به سینمای پیشرو داشتن، به ارزم به حضورتون تئاتر داشتن، به هنر داشتن، دارن میرن به طرف ویکی‌پدیا خوانی، دارن میرن به طرف در واقع چیزهای آماده رو بگیرند، و این وسط دست جنبش های راسیستی باز هست برای تبلیغات و میتونن چیزهایی رو در واقع در ذهنشون بذارن. من فکر میکنم یک نکته دیگری هم اشاره شد، من دوباره خدمتون بگم، همین شکاف نسلی بود. فکر میکردن دوستان اونجا، اعتقاد به این داشتن که اگر الان نیاد کار نشه رو بنیادهای آزاد، بنیادهای سکولار، بنیادها و نهادهایی که اینها میتونن پیامی رو به اروپا برسونن، به چون حالا کنفرانس در مورد اروپا بود، پیامی رو برسونن که راسیسم ما رو میبره به همون جایی که جنگ جهانی دوم برد،
ما رو میبره به همون جایی که یک بار یک ویرانی و کشتار میلیونی داشتیم. ما باید از اون درس بگیریم. درسته که نسل‌های قبلی احتمالاً حالا یا جنگ رو دیده بودن یا پدرانشون دیده بودن و ازش ضربه خورده بودند و نمیخواستن تکرار بشه. ما هم نباید فراموش کنیم، ما هم نباید رشد فرقه گرایی و نژاد گرایی رو فراموش کنیم در اروپا. فکر میکنم واقعا هم اروپا هم نیاز داره به این مسئله. مسئله دیگری که آیه ابراهیمی فرمودن در مورد اینکه کمپ های راسیستی و کمپ های بنیادگرایی مذهبی، مخصوصا بنیادگرایی اسلامی، همدیگر رو تقویت میکنن کاملا درسته. اینها هر کدوم برای رشدشون نیاز دارن که دیگر حراسی رو، یعنی حراس از جناح مقابل رو بزرگ کنن و بیان اون رو در واقع پناه بگیرن پشتش، پناه بگیرن پشت کارهایی که اون جناح میکنه. برای همین من فکر میکنم واقعا در اروپا میره به سمتی که باید یک انتخاب بزرگ بکنه، یا باید بره به سراغ انسانگرایی، عدالت اجتماعی، چیزی که در سالهای قبل به مسیرش حرکت میکرده، و یا متاسفانه به سمت بسیار بدی خواهد رفت از برخوردهای جناحی، برخوردهای قومی. و حیف این دنیای متمدن که روزی الگو بود برای سایر جاهای جهان، الگوی آزادی بیان، الگوی هنر و الگوی ادبیات بود، بخواد جامعهش از هم بپاشه. موضوع مهاجران هم در واقع بعضی قشری از مهاجران غیر اروپایی که حالا به هر صورت دردسرهایی هم درست میکنن در کشورهای اروپایی، مورد دیگری هست که اگر حالا وقت شد بهش میپردازیم. خب زمانمون در مجموع زیاد نخواهد بود که به همه اینا بپردازیم. من یه پرسش دارم از آقای ابراهیمی، اگر شما هم مایل بودیم بهش اشاره بکنیم. در یک مقاله اکونومیست در این نشریه این هفتهش یک پرسش کرده، یک مقاله داره با این عنوان، آیا میگه اسلام دارای یک ولتر است، یا میگه آیا ولتر میتواند مسلمان باشد؟ و این بحث ولتر را که من جانم را میدهم تا سخن بگویی رو پیش کشیده، میگه با این توجه به این چه کشورهای اسلامی و جنبشهای اسلامی که دارن پیش میرن، آیا اصلا این میتونه این ماهیت وجود داشته باشه؟ و اگر وجود میتونه داشته باشه چگونه به وجود خواهد اومد؟ آقای ابراهیمی من خیلی معذرت میخوام، من یه لحظه اسکایپ هم روشن بود، کسی زنگ زد، من آخر چیزو متوجه نشدم، اگه ممکنه سوالو خیلی معذرت میخوام. خواهش میکنم. ببینید، یک نویسنده مجله اکونومیست در مورد مسئله که در بر علیه آزادی بیان پیش اومده و مقایسه‌ای که در خود کشورهای اسلامی چگونه اون مثل در عربستان آزادی بیان زیر ضرب هست، میگه که آیا ولتر میتونسته مسلمان باشه، یا به عکس بگیم که آیا اسلام میتونه شخصی مثل ولتر داشته باشه که بگه من جانم رو میدم تا سخن بگویی؟ آره، من در اصل این فرصتیه که من به یه نکته که مربوط به این مسئله، حالا ولتر میتونست مسلمان باشه، خب معلومه این سوال یه مضمون رو داره، کنایه‌ایه دیگه، به کنایه مطرح کنه. من تو یکی از این کاریکاتورهای شارلی ابدو پیام خدایان کلیمی و مسیحی و اسلامی و بودایی بالای ابری در حرکتن و اینا با همدیگه صحبت میکنن، خدای مسیحی به محمد رو میکنه و میگه که محمد خیلی نگران نباش، خیلی اینجوری خودتو اذیت نکن، کاریکاتور ما رو هم کشیدن قبلا. به نظر من در این طنز به نظر من فوق العاده تیز سیاسی مجله شارلی ابدو یه حقیقت تاریخی به نظر من نهفته است. در حقیقت خدای مسیحی به محمد میگه، به خدای اسلام میگه که ما هم مثل شما رفتار میکردیم در دنیا، ولی جنبشی به عظمت رنسانس فکری اجتماعی و انقلاب کبیر فرانسه ما رو زد و بالاخره ما رو هل داد به سمت کلیساها و صومعه ها، دست ما رو از جامعه، منظورم از پابلیک، کوتاه کرد و ما رو هل داد به سمت صومعه ها. یعنی به یه معنا مذهب از جامعه، از سیاست، از آموزش و از قانون جدا شد به یومین جنبش و شما نوبتتون میرسه. به نظر من، حالا نمیدونم چقدر این بحث مربوط به سوالتونه، به نظر من امروز نوبت جنبش اسلامیه، امروز به نظر من نوبت اسلام سیاسیه و در وهله بعد خود اسلام به معنای یه مذهب. من فکر میکنم در ایران این بکلش یا واکنش عظیم ضد اسلامی داره شکل میگیره. منظورم این نیست که همه غیر مسلمون میخوام بشن، منظورم مطلقا سطحی کردن قضیه نیست،
واکنش اجتماعی و روانی و فکری مردم در مقابل یه جنبشی که اسلام ایدئولوژیشه در ایران داره شکل میگیره. در انقلاب مصر به نظر من کاملا معلوم بود که حتی یک دونه شعار اسلامی شما در یه جامعه که به جامعه اسلامی مشهوره یا به نظر من اسلام زده، یه شعار شما اسلامی نمیبینین. در خیلی از انقلابات بالاخره این منطقه همه متوجه هستیم که، و الان مخصوصا با عروج داعش، مخصوصا با نشون دادن مضمون و ماهیت واقعی این ایدئولوژی، مخصوصا وقتی به سیاست تبدیل میشه به مردم جهان، به نظر من شرایط فراهمتر شده. ولترهای زیادی در جهان اسلام در مقابل دنیای اسلام از نظر فکری، از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی به نظر من عروج بکنن، پیدا بشن. من فکر میکنم یک رنسانس عظیم فکری و فرهنگی و سیاسی هم در به معنای اولای کلمه داره شکل میگیره. این جواب من هست که شرایط برای تبدیل کردن موقعیت اسلام به معنای ایدئولوژی و اسلام سیاسی در وهله اول به وضعیت مسیحیت داره آماده میشه و حمله به شارلی هبدو و واکنش وسیع مردم که اینجا میخوام اینو اشاره کنم مهمه از لحاظ بحث ما، وسیع مردم که اومدن در تظاهرات ها عکس‌هایی که کاریکاتورهایی که به خاطرش شارلی هبدو مورد حمله قرار گرفته بود رو دست بلند کردن. یادتون است که 10 سال پیش کسی جرئت نمیکرد کاریکاتور محمد رو بازنشر بکنه، خیلی خیلی سخت بود برای نشریات و اینا، میترسیدن واقعا. امروز مردم نه تنها در نشریات بلکه در خیابونها این عکس رو بلند کردن. اینم یکی از به نظر من نمونه های برجسته تغییر شرایط به نفع ولترهای زیادی در جامعه علیه دنیای اسلام یا جنبش اسلامی شکل گرفتنش است به نظر من. سپاسگزارم. برویم بر این یکی دو دقیقه باقی مانده، نظر پایانی آقای غفوری را هم ببینیم و برنامه را به پایان ببریم. آقای غفوری، نظر شما چیه؟ آیا این نویسنده که میپرسه آیا ولتر میتوانست مسلمان باشد، نظر شما چیه؟ من فکر میکنم که خیر، فکر میکنم از داخل رهبران مذهبی و از داخل خود جریانات هدایتگر اسلامی هیچ چیزی بیرون نمیاد که بخواد این قدرت رو مهار بکنه و این در واقع تهاجم رو مهار بکنه. من فکر میکنم حتی به نظر نواندیشان دینی و شاید اون کسانی که بهشون روشنفکران مذهبی هم میگن، نه میخوان و نه میتونن قدرتشو دارن که آزادی بیان رو به رسمیت بشناسن. چیزی که میتونه اسلام رو مثل دینهای دیگر محدود بکنه در واقع نیروی، به عقیده من البته، نیروی سکولار هاست، نیروی افرادی است که اونها رو مجبور بکنند به پذیرش آزادی های انسانی، مجبور بکنند به پذیرش آزادی بیان. اگر دست خودشون باشه، من بعید میدونم که یک از داخل خود جریانات اسلامگرا، حالا کشیش مانند ولتر یا جنبش هایی در واقع مانند جنبش هایی که داخل خود مسیحیت بیرون اومد و سعی کرد مسیحیت رو به کلیسا ببره، بیرون بیاد. من بعید میدونم. از شما هم سپاسگزارم، از هر دوی آقایون، از اینکه زمانشون رو به ما دادن و با هم به گفتگو نشستیم سپاسگزاری میکنم. جناب ابراهیمی درود بر شما، سپاسگزار. آقای غفور عزیز درود بر شما و خداحافظ شما. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه میرسیم. در سراسر جهان روزنامه نگاران و نویسندگانی که طرفدار آزادی بیان هستند همواره به این مسئله پرداختن، به ویژه در این چند روز، افزون بر این که نوشته من چارلی هستم رو به زبانهای مختلف نوشتن و بر فیسبوک خودشون و بر برنامه‌های تلویزیونیشون گذاشتن یا در مسائل مختلف استفاده کردن، بسیاری هم که دست به قلم هستن، قلم خودشون رو بالا گرفتن تا این قلم زنده بماند، تا این قلم ایستاده بماند، تا این قلم بتواند آزادی بیان را نمایندگی کند. من هم مانند هر روزنامه نگاری دیگری در جهان به نشانه اعتراض به آنچه در شارلی هبدو به وجود آمد و همبستگی با تمام کسانی که در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند به آزادی بیان رو گامی مهم می‌دونم و برای آزادی بیان قلمم رو بارا می‌گیرم. روز روزگارتون خوش.